دوستان سلام من سلماز برقگیر هستم و شما دارید به پادکست لام تا کلام گوش می کنید لام تا کلام یه گفتگوی دوستان است از قلب من به قلب شما و هدفش بهتر کردن کیفیت زندگی و روابط شماست من تو این پادکست از تجربیاتم تو جلسات کوشینگ و سمینار هام صحبت میکنم از ناگفته های صحبت میکنم که به هر دلیلی روی کیفیت زندگی و روابط شما ممکنه تاثیر بگذارند امروز شما دارید به اپیزود 65 م پادکست لانتا کلام که در مهر ماه 401 ضبط و پخش میشه گوش میکنید و من میخوام به داستان دوی استقامت بپردازم دوستان روزهای بسیار متفاوت پر هیجان پر ترس پر از خشمی رو داریم تجربه میکنیم احساسات زیادی دارن میان و میرن و تقریبا میشه گفت درصد بالایی از ما یه هدف مشترک داریم حداقل کسایی که دارن به این پادکست گوش میکنن من باز میخوام به قسمت اجتماعی این هدف مشترک بپردازم برای که الگوهای تکرار شونده هستن که بعدها هم در ایران آینده ما قابل استفاده خواهند بود دوستای عزیزم چند روز پیش از یکی از دوستامون شنیدم که در پاسخ به اینی که وای چی میشه چقدر داره طول میکشه ما میخوایم به کجا برسیم این چه وضعیتیه دوستمون گفت عزیزم این کاری که ما الان داریم میکنیم دوی سرعت نیست که دو روزه به مقصد برسیم دوی استقامت باید استقامت داشته باشیم باید دیسیپلین داشته باشیم باید اتحاد داشته باشیم هر حرکت جمعی اینا رو میخواد جلوی تفرقه جلوی حواس پرت شدن جلوی به جون همدیگه افتادنمون رو باید بگیریم دوستای من هدف من از این اپیزود پادکست اینه راجب مواقعی صحبت کنم که در یک اجتماع در یک خانواده در یا در یک جامعه یک هدف جمعی وجود داره وقتی ما هدف جمعی داریم اولین کاری که میکنیم بعد بنویسیم اینتنشن قصد نیت و انگیزه ما از انجام از گرویدن از ملحق شدن به این هدف جمعی چیه تایید بقیه رو میخوایم واقعا تغییر میخوایم هدفمون چیه میخوایم به کجا برسیم بنویسید هدفتون چیه بعد نگاه کنیم ببینید چقدر آماده این که به این هدف برسید آیا زمانی که تو ذهنتون گذاشتید منطقی واقع گرایانه است و بعد از همه مهمتر ببینید کانسکونس ها و یا عواقب نتایج این هدف رو براش آماده این هر چیزی که ما بخوایم به دست بیاریم بعد یه بهایی بدیم من میخوام برم یه عینک بخرم و بعد پول بدم مجانی که بهم نمیدن درسته چه بمونه که یک هدف جمعی بزرگ رو بخوایم به دست بیاریم من اصلا با این کار ندارم که این بها چقدر وحشتناکه چقدر راحته چقدر سخته من با این کار دارم که به این نگاه کنیم که ما وقتی تصمیم میگیریم یه حرکتی رو بکنیم قبل از اینکه تصمیم بگیریم قبل از اینکه هیجان مدار بشیم قبل از اینکه فقط وارد موج جمع بشیم به این فکر کنیم که آیا از انگیزه قصد و نیت و اینتنشن خودمون آگاهیم اگر شما به حرکت های جمعی، انقلابات، جنبش های کشورهای مختلف توجه کنید اونایی بعدا دچار پشیمانی شدن توشون که آدما سوار یک موجی با هیجان شدن بدون اینکه به این فکر کنن که آیا این موج رو براش آمادن آیا استقامتش رو دارن آیا باید چه چیزای خودشون رو آماده کنن یا اگه پریدن رو موج خودشون رو قوی نگه داشتن یا خیر مطلب من اینجاست برای این حرکت جمعی یا هر حرکت جمعی حتی از تو خانوادهتون باید قصد و نیت خودتون رو بدونین مطمئن کنین چی میخواین دو خودتون رو براش آماده کنین سه برای عواقبش آماده باشین دویی که گفتم خودتون رو آماده کنی یعنی باید تلاش، انرژی، زمان هر چی که لازمه بذارید چهار از همه مهمتر stick to the point بچسبید به اون پوینتی که میخوایم بهش برسید به هدفتون نگاه کنید میخوام یه تصویری براتون درست کنم الان یا خودتون یا هر وقتی که فیلمی دیدین توی مسابقه دویی بودین که تماشاچی چی بودین دیدین دونده ها چی کار میکنن؟ دونده ها فقط به جلوشون نگاه میکنن اگه یکی بیاد یه آب نبات بهشون بده یکی بیاد آب بریزه روشون اصلا حتی بر نگاه کنن این کی بود چرا این کار کرد فقط به جلو نگاه میکنن میدونین چرا؟ برای اینکه اونا فقط عوامل بازدارنده است. اونا مگس و پشه و عرض به حضور شما لالی و همه چیزایی هم که میتونن حواس ما رو پرت کنن. دوستای من اگر یک هدف جمعی تو ذهنتونه به چسبید به هدفتون. بر خیلی از چیزا بعدا زمان هست بچه کیه کی چه پولی رو برداشته کی الان چیکار کرد کی چه پستی گذاشت اهمیتی نداره اگه من ویو ندم به اون پست اون پست اصلا بالا نمیاد که شما و بقیه هم ببینید نگاه نکنید انرژی زمان و تمام وجودتون تمام توجهتون رو بذارین رو هدفتون خودتون رو و حواستون رو از ماجرا دور نکنید من توی این مدت توی دو هفته گذشته یه چیز رو خوب دیدم و متوجه شدم و اونم اینه که چقدر ما راحت میتونیم حواس خودمون رو پرت کنیم و چقدر آدمای دیگه که دلشون میخواد حواس ما پرت بشه خیلی راحت میدونن چه آب نبات، چه شکلات چه گوشتی رو بندازن جلو ما که حواس ما رو پرت کنن دوستای من از امروز به بعد هر ویدیویی رو میبینید که هیجان زده میشین عصبانی میشید نگاه کنید ببینید وقتتون رو برای چی دارید میذارید هر بحثی که پیش میاد که عصبانی میشید حق دارید دا طرف پول که دیگر خورده اصلا به ملت خیانت کرده هر کاری کرده ولی آیا این اولویت ماست الان به اولویت هاتون توجه کنید اینو بعدا میتونید تو زندگی شخصیتون هم ببینین. که وقتی یه هدفی دارید آدما میان زیر پاتون رو چاله میکنن آیا میتونید از اون چاله بپرین فعلا به اون آدم و چاله فکر نکنین برین به هدفتون برسید مدال که گردنتون افتاد برگردین بگین برادر من خواهر من آها آه اصلا میدونین چیه مدال که میفته گردنت برمیگردی عقب نگاه کنین میبینی اونا کمترین اهمیتی هم تو زندگی شما ندارن خیلی جالبه نه پس بیشتر از اینه که انرژیتون رو همین جوری راحت بدین توجهتون رو فوکستون رو تمرکزتون رو همین جوری راحت بدید به آدما سوژه ها, ها، تاپیکا ها، موضوعایی که ممکنه هیچ اهمیتی بعدا نداشته باشن یا از مینیمم اهمیت رو قائل باشن الان تمرکزتون رو اون ذره رو بزنید رو چیزی که خودتون و جامعه اطرافتون رو سرو میکنه و کمک میکنه توجهتون رو از حرف یه جمله یه نفر از یه پست یه نفر یه حرف یه نفر هر قدم حق ولی اگر ریلیتد نیست مربوط نیست به موضوعی که باید تمرکزتون رو به سمتش بدوین چون این دو دو استقامته و دو, دو استقامت با این چیزای کوچیک که حواس ما رو پرت کنه خیلی راحت انرژی ما گرفته میشه و تو این دو ما نمیتونیم برندشیم از این به بعد هر پستی رو میبینین هر حرفی رو از کسی میشنوید صحبتی میشه فقط به این فکر کنید چقدر این الان مهمه و چقدر در آینده برای من مهمه آیا من بعد از اینکه مدال و انداختم گردنم میتونم برگردم به این رستگی کنم یا همین الان بر رستگی کنم کفشمه که داره در میاد از پام که باید بندش رو صفر کنم یا نه یه آدمیه که یه کاری کرده که خیلی هم کار بدیه همم هم بهش دارن حمله میکنن الان اون آدم چه اهمیتی داره تو دو استقامت من آخه میذارمش کنار تخت گاز میرم به سمت هدفم برای این دو استقامت بعد حواسم به بقیه هم باشه باید اتحاد و حفظ کنم باید تمرکزم رو به بقیه هم نشون بدم که This is how I'm doing it به من توجه کن با تمرکز برو جلو و به این ویز ویز مگسا حرف و حدیث اینو اون این این کارو کرد اون یکی این پستو گذاشت فلان کس اینو استوری کرد فلان کس این کار نکرد از همش دست برمیداریم فقط به هدفمون نگاه میکنیم این اپیزود پادکست کوتاه مختصر مفیده به انگیزه و اینتنشنتون توجه کنید ببینید نیتتون چیه با خودتون رو راست باشید از خودتون نمیتونید فرار کنید دو وسایل و تمام تجهیزات رو بر خودتون آماده کنید در درون خودتون ذهنتون از آتاشخال بیرین بیرین remember garbage in garbage out تو ذهنتون آشخال ویدیو آشغال، چرت پرت خوز اول چیزای دردناکی که به درد نمیخوره نمیگم اونا نیستن و هستن تو خیابونن همه دارن اتفاق میافتن ولی اونا شما رو از دو استقامتتون باز میداره به اونا بعدا هم میتونین برسید بله بیعدالتی همه جا هست داره اتفاق میافته. اصلا برای همه داریم میریم مدال بگیریم بعد سه بدون این کانسکونس داره عواقب داره بها داره و چهار حواستون به بیزویز مگس های اطراف باشه نشنوید الان بهشون توجه نکنین تخت گاز برید به سمت هدف خیلی دوستتون دارم بی صبرانه منتظرم که نتیجه تمام زحمتامون رو ببینیم لطفا این اپیزود رو برای هر کسی که با بیز دیز, دیز مگسای داره حواسش پرت میشه بفرستید و بخواین متمرکز بمونن یادتون باشه دوی استقامته سرعت نیست مهدی عزیزم ممنونم از موسیقی قیمت زمان جان دمت گرم دمت گرم که هستی و صدای من ادیت میکنی بریم که به سمت روزی که با دل خوش بگم دلتون شاد و تنتون سلامت